بسم الله و الحمدلله و الصلاه و السلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من بالا. سلام بر شما بینندگان عزیز بینندگان شبکه کلمه که در این وقت شب در تهران پای صحبت های ما نشستید مثل همیشه مثل برنامه های قبر سخانی، قبل سخنی قبل سخنی با ناباوران امروز هم یکی از ایادات که شبهه هایی که اهل کتاب غیر مسلمان ها ملحدین تن به اسلام به ما میگیرند رو جواب میدیم ایرادی رو جواب میدیم که در اون خیلی بدنام هم هستیم در حالی که در این روزا که شاید از ده هزار نفر ما یا از هزار نفر ما یکی هم به این قانون عمل نمیکنه، ولیکن در اون بدنام هستیم مورد تومت قرار میگیریم و هرچی هست به ما میگن و او اون قانون چند زنگیری یا تعدد؟ تعدد هست در اسلام که یک مرد حق داره دو سه چهار زن بگیره و این گویا در زمانه ما در هیچ یک از قوانین های با قول خودشون مدرن دنیا به رسمیت شناخته نشده جالب این است که در مورد قانونی ما مجبور این دفاع کنیم که کمتر از هر ملت دیگری یعنی مؤمنین مسلمان های مؤمن و متحد کمتر از هر ملت دیگری به اون عمل میکنن یعنی اگر شما بیاید مقایسه کنید خدا وکیلی یک مسلمونی که مؤمن هست رو با یک مثال آمریکایی یا اروپایی یا با یک مسلمونی که پایبند به دینش نیست میبینید که کم بیشترین کسانی که به قانون تک همسری عمل میکنن ما مسلمان هستیم یک باری در سفری گذار ما به یک از بعد حادثه به یک هتلی افتاد که در اون هتل صبح که برای مسجد میرفتیم برای نماز صبح میدیدیم که بعضی خانم از بعضی اتاقها میان بیرون یه دو سه بار دیدیم دیگه یعنی ما که رصد نمی کردیم از اتاقهایی که همسایه ما بودن باز نگاه کردیم اونها مردمایی بودن از ملیت های مختلف من با خودم گفتم ببین اون چیزی که من میشه مانع میشه یک مسلمان در سفر به تعدد نظر ب... به اندازه یا به زن نامحرم نظر کنه یا عمل خلاف انجام بده اما دینشه اما اینها که در کشورشون یا در ملتشون یا در قومشون یا در دینشون یا در مذهبشون تعدد نیست به راحتی این رو انجام میدن اون تا باز که به ما میرسن اینجوری حرف میزنن تو گویی که مجرم ما هستیم از یاد نمیبرم این داستان رو که آقایی رو در مصر در مصر قبل از این حکومت فعلی گرفته بودن زمان به نظر انور سادات بود و خانم شکایت کرده بود به دادگاه که خا... همسر من یک زن دیگه گرفته راست گفته بود اون رفته بود عقد شریک کرده بود با یه خانم دیگه زن اولش با خبر شده بود و به دادگاه شکایت برده بود چون که قانونا من, اه من اه دیگه تو اکثر کشور اسلامی ممنوع شده قانونای جدید ممنوع کرد و این مصری زرنگ تو دادگاه به قاضی گفت که من دروغ میگه خانمم به خانمش گفته بود که من این عقد کردم گفت این دو زن عقد نشده این دوست دختر منه دوست دختر منه قاضی گفت که طبق قوانین دوست دختر شما شما حق داری دوست دختر داشته باشی و خانمت حق اعتراض نداره اگه میگفت که این همسر من زندانی میشد این هم مسخره ای که ما در دنیا میبینیم باز به من نگید که شما مقایسه نکن کسی که به ما ایراد میگیره همینا هستن که به اصطلاح خودشون غرق هستن تو این کارا این اگه یک مسلمون همون یه مسلمونی که خیلی به اصطلاح دیگه خودش بزنه دو سه چارپ زن بیشتر که نمیتونه بگیره اما میبینه که اینا در یک سال بیستو میگیرن بلکه در یک هفته میگیرن یه بند بعضیاشون دیگه میگیرن و قانون بهشون چیزی نمیگه اما قانون به مسلمون ها ایراد میگیره ما اینجا البته حق داریم مقایسه کنیم و تعجب کنیم و اعتراض کنیم پس میبینید که کمترین استفاده کننده از تعدد مسلمان هستن به خاطری که دست بالشون رو دین اینها محدود کرده و اجازه نمیده که بیبندبار بار باشن حالا بریم سر بحث اصل بحث فقط این مقدمه ای بود ببینید ما از اون بدترین شروع میکنیم این قانون رو میشکافیم و در موردش بحث میکنیم بدترینش این است که در این قانون که ما نگاه کنیم ضررش اصلا میرسه به زن اول مرد که راضی است خانم دوم هم حتما راضیه کسی توفنگ نگرفته که بیاد زن دوم شو در بین مجتمع فقط همین خانم اول است که این ضرر میکنه الحق هم و انصاف هم ضرر میکنه چرا شوهرش دیگه ما یک شب میاد در خونه یک شب خونه زن دیگه میره حالا این سوال برای ما مطرح میکنن که آخه چرا احساسات ها رو اسلام در نظر نگرفته اما همسر قانونی و اول رو به این لطمه عظیمی میزن آخه چگونه ممکن است که یک زن قبول کنه که شوهرش شب بره در خانه یک زن دیگه همینطور که مرد قبول نمی کنه خب زن هم مثل مرده و میگه این شما چه جوابی دارید ما بالا جوابی که داریم این است که هر قانونی که در دنیا هست بر اساس یک مشکلی به وجود میاد و هر قانونی که در دنیا هست برای یک ده ضرر داره خیلی ساده چهار ها چراق قرمز و چراغ سبز دارم دارن یا ندارن خب چراغ سبز و قرمز رو هیچ انسان عاقلی نمیتونه بگه که این ضرر داره برای چی برای اینکه اگه نباشه رابندون درست میشه تصادف میشه و مشکلات عدیده به وجود میاد مشکلات بیشمار ولیکن در همون حال چراغ قرمز ضرر هم داره یه دیپو چراغ قرمز وقتشون تلف میشه برای این وقتشون تلف میشه که رابندون یاد نشه برای این وقتشون تلف میشه که تصادف نشه در مجتمع شما باید بعضی چیزها رو ما به خاطر جامعه به صورت یک فرد در نظر بگیرید که بعضی چیزهای بزرگتر رو بعضی چیزهای کوچکتر رو باید ما فدا کنیم وقتی که پشت چراغ قرمز تلف میشه هم میلیون ها ساعته اگر ما حساب کنیم اما چاره نداریم یا باید پل بزنیم بالاخره باید یه راه پیدا کنیم ما همیشه همینو گفتیم که راه حل بهتر رو اگر کسی در هر چیز در اسلام به ما نشون داد خود خدای ما فرموده که فاتو به صورت مثل مثل این یک سوره بیارید مثل قرآن یک دستور بیارید خب دستور بهتر از کسی آورد دستور بهتر همونی است که حالا با به چشم خود میبینیم من به خیالات کاری ندارم در خیالات ما زندگی نمی کنیم. در جهان حقیقی در تمام کشورهای دنیا مجبور شدن که به خاطر مشکلی که وجود داره چشم خود رو ببندن بر بیوندباری و اجازه بدن زنها و مردها خارج از چارچوب ازدواج هر چند تا که دلشو میخواد تعدد داشته باشن چند همسر بگیرن هر چند تا که دلشو میخواد من نیست ممنوع نیست بلکه حتی اگه شما بگید چرا همین جرمه پس ما باید با دنیا مقایسه کنیم لذا پس این رو توجه کنید که امکان نداره قانونی وضع بشه مگر که به یه دز ضرر برسه اما این قانون ما میگیم که بهترین قانون است برای اینکه به همون زن اول هم اگر ضرر میرسه در چارچوب قانون اسلامی فایده هم میرسه فایده چیست یک فایده این است که همین خانم هم یک روزی به بیوه خواهد شد شب میشه دیگه آدم که نه. من نمیگم حالا یکی حتما میشه ولی که هیچ کس نمیتونه دیگه تضمین کنه که در 20 سالگی عروسی کرد شوهرش حتما تا هفت سالگی باش باشه ممکن در سی سالگی شوهرش بمیره لذا ممکنه خودش در اون روز به این قانون احتیاج پیدا کنه میدونم چی میگید میگید که آقا ما نخواستیم ما ما عطای تو رو میز لقای تو رو به عطای تو بخشیدی ما نمیخوایم ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان ما میخوایم که همین شوهر داشته باشیم از اول تا آخر ولو که ده سال مرد اون شد اب نداره با صبر میکنیم بازم ما مح... بازم ما حرفی نداریم ولی که مشکل شما این است که در هر حالتی مشکل براتون پیش میاد من به شما عرض کردم که همه مردا که دو زنه نمیشن یک درصد خیلی کمی میشن چون زنا که دو برابر مردا نیستن یک درصد خیلی کمی دو زنه میشن شما اگر بگید ما نه ما نمیخوایم این قانون نباشه بازم شما قربانی هستید مثل این است که بگید که چرا قرمز نباشه به هر حال یک ادت خانما که به اصطلاح مثل که در همه جای دنیا هست مردهای های دیگر غور میزنن یا به دست میارن یا بالاخره فریب میدن یا جلب توجه میکنن چون که جلب نشدن دیگه یه دی بالاخره حالا یه دی پاک میمونن یه دم پاک نمیمونه میگه منم باید از زندگی دنیا استفاده کنم فرض در این است که تعادل بین زن و مرد نیست فرض در این است که مرد بیشتر از زن زن بیشتر از مرد آقا بگه نه زن بیشتر نیست خب که نیست دیگه این قانون خود خود اصلا اجرا نمیشه این قانون مال استثناء است که مرض وجود نداشته باشه بیمارستان هم لازم نیست اما اینکه بگی اصلا ما بیمارستان نمیخوایم اینکه نمیشه کسی که مریضه میره بیمارستان پس این در حالتی است که این حالت تو جامعه ما امروز هست تو همه جامعه ها هست تو جامعه ما به گفته خود دولت ما یک میلیون اگه همه بچه مردا عروسی کنن یک میلیون هفتصد هزار همه که عروسی کنن و من جمله اون همه یکیش من هستم که هنوز توی عروسی من تو چیز ثبت نشده عروسی من توی ثبت احوال اون از روی قانون ثبت احوال ما گفتن اداره ثبت احوال این داده اونایی که بیرون رفته هم حساب کرده اونایی که نمیدونم مردند و مرگشون ثبت نشده رو حساب کرده اونایی که فرار کردن هم کرده با این وجود میگه اگر اونایی که معتاد هستن هم حساب کرده اون مردایی که نمیخوان عروسی کنن اونا رو حساب کرده با این وجود گفته اگر همه عروسی کنن یه میلیون هفت هزار دختر کلاشون پس مرک است و تعداد زنای بیوه گفته 6 میلیونه این یک معضل دیگه حالا میگه ما چه شما رو به این معضل میبندیم نتیجه همون میشه که شما در ایران امروز دارید من باور کنید من که در ایران نیستم ولی وقتی سایت ها رو میخونم تعجب میکنم که اون روز یک سایتی بود در همین سایت تابناک نکته این نوشته بود که دارن اینا از مسئله سیغه سوی استفاده میکنن زن یایسه زنی که عادت مهانه نداره میتونه روزی ده تا مرد رو به اصطلاح سیغه ده تا مرد بشه یک ساعت یک ساعت یک ساعت ده ساعت کار کنه و این درست نیست هرچند که شرعا یک کلاه شرعی است اجازه داره شرعا مخالفت شرعی نیست چرا که زن یا یائسه ایده نداره ولی با این وجود گفتین درست نیست دیگه در زیر همین سایت سایت در همین زیر همین مقاله ایده نوشته بودن که از فحشایی که تو ما جامعه ما هست که خوب قانون قانونمنده تعجب کردم یعنی از این بدتر هم چیزی هست فهمیدم که وضع کشور ما خیلی خراب شده چرا ما چشم ما برای یک مشکلی بستیم نگاتون باشه کشور ما تعدد ممنوعه با اینکه قانون اسلامی میگن بله زن به حضورتون که گفتم که زن دوم در خان آخا زرر زن اول ولو که این قانون نباشه یعنی بعضی مردار شما نبدونی جلوش بگیری مثل همون چیزی که ما توی سفر دیدیم تو هتل بالاخره اون مردا زندار بودن عمرشون معلوم بود که زن دارن توی کشور خودشون یا تو جای تو شهر خودشون خب ضرر دیگه ای که میکنن این است که اگه این زن ها جمع نشن و قانون نباشه در ضمن قانون هم باشه که روسیفیگری ممنوع باشه هر چیز ممنوع باشه دیگه مرض هم تو خونشون نمیاد خیلی از این زنا به خاطر اینکه آلوده هستن مرض رو به مرد انتقال میدن مردم میبره به همون زن خودش آیا پس میبینید که در هر حال شما چشم تو بری چرا قرمز ببندی بگی چرا قرمز نمیخوام خواهی نخواهی شوهرت تعدد خواهد داشت حالا اگر اسلام بهش گفته یک زن بگیر اون صد تا زن میگیره نمیگم حالا هر مرد این کارو میکنه به هر حال حالا هر مردی که قانون آزادی که نمیکنه این کار رو که یک درصدی از جامعه خیلی کم تعدد دارن در اون حالت بیشتر خواهد بود خیلی اوزی میخوام بگم سر سگ ولگرد اسمش رو بذارم این خراب رو که تو خیابونا هستن یا زنایی که چی میکنن حالا نمیدونم چه اسمی سرشون بذارم به حال بیشتر میکنن باز یک نکته دیگه رو شما باز توجه کنید که گفتم دنیا برای روی خیال نیست اون خانومی که حالا کشور شما حمله میشه هیچ کس دوست نداره که حالا فرض کنید فرض کنید دیگه آمریکا در حالت دفاع است. اونجا مردم اکثرا یک بچه دارن و بهش حمله شده این اومده بچهش میفرسته به جنگ خب هیچ مادری دوست نداره بچهش بری جنگ مونتا مجبور هست به خاطر مسلحت جامعه بچهش بفرسته و ممکن است کشته بشه یعنی شما فکر کنید قوانین همیشه به این معنی نیست که همه رو راضی کنه مالیات که همه رو راضی نمی کنه. خیلی از شنیدم میگه از در کشورهای غربی یکی از های مردم مالیاتی است که دولت میگیره حالا ما تو کشورهای ما که مالیات نمیدیم دیگه یعنی از رحم خدا سر ماست که از صد مصیبت دیگه داریم ولی اونا مالیات مجبورم بدن همین مالیات دادن برایشون یک مصیبت اما اگر ندنم که نمیشه پس هر چیزی در دنیا که اتفاق میفته ضرر داره فایده داره باید ضرر رو دید و فایده هم دید و فایده هم این است که گفتم بالاخره کسایی که مازاد هستند و کسایی که به نمیتونن عروسی کنن اگر بخوان خدا برشون یک راه رو گذاشته حالا یک زن پاک دامنه. یک زن میگم من میخوام از وضع, وضع وضعیت خودم یه قانون برام بذارید خب بفرمایید قانون برش بذارید دیگه شما میگید نه ما قانون نمیذاریم میگه آقا بالاخره حال ما میبینیم دیگه یک چیزی که عیان است بعضیا میگه آقا نه هیچ اضافه نیست شما پول بدید به این بچ جوون ها عروسی میکنن خب بابا ما حالا پول نمیده چیکار کنیم بالاخره مشکل هست به هر دلیلی یا معتاد یا نمیدونم نیست یا فرار کرده یا هر چی. مشکل وجود داره مشکلی که باید بالاخره حلش کنیم میگه پول بده خب پول بدیم اگه با پول حل میشه میگه خرج کم کن خب کم کنین ما که نگفتیم با این وجود اگر زیاد بود و اگر به اصطلاح خواست این زن یا این دختر در یک چارچوب زندگی کنه باید اسلام پاسخگو باشه دیگه باید پاسخگو باشه یه قانون بذاره حالا اگه شما نخواستی از این قانون استفاده کنی میگه آقا ما نمیگم که هیچی بهتر از کاچی است خیلی خوب هیچی بهتر از کاچی است کسی که شما رو مجبور نمیکنه هیچ کس رو مجبور نمیکنه بالا این که اینکه بگیم نه من باید از چراغ قرمز برای من نباشه رای من باید باز باشه طرف دیگه بذار تو چراغ قرمز بمونه تا بمیره این قانون رو هیچ کس قبول نمیکنه شاید چرا که یک روز شاید خودت هم تو اون طرف بری گفتم اگر طلاق گرفتی اون خانم اول دارم عرض میکنم یا شوهرت مرد خب شما به همین مشکل دو چهار میگن آقا این یک مسئله است که آخر ما به اصطلاح فطرت قبول نمیکنه و اینو نمیشه چون که اونقدر نفرت انگیز بوده این رو به ما میگن حالا ما داریم شبهار یکی یکی جواب میدیم اینقدر میگه نفرت انگیز است که خود حضرت فاطمه قبول نکرده وقتی که حضرت فاطمه رضی الله عنها قبول نکرده چطور میگه که شما این قانون رو میگه که قانون لازم است و به اصطلاح باید باشه ببینید ما اول هم گفتیم که نمیگیم که یک قانون لازم هستش ما میگیم که قانونی هست که بر اساس به صلاح ضرورت جامعه بر اساسی که جامعه بهش نیاز داره لازم میشه نه اینکه خود قانون لازم و فرض است که اجرا بشه مثل نماز روزه که نیست که فرض باشه که تو شما باید حتما نماز بخونی حتما روزه بگیری جامعه که بهش احتیاج نداشته باشه خب احتیاج نداره اما میرسیم به داستان حضرت فاطمه ببینید داستان حضرت فاطمه جداست از این داستانی که ما داریم عرض می کنیم و این همون روابط پیچیده خوب توجه کنید روابط پیچیده زن شوهر است که در این داستان و داستان بعدی که تعریف می کنم هست ما به شما گفتیم این یک چیز اختیاری است یعنی همونطور که در تمام دنیا حالا تو تهران یک سوم معروسی ها به طلاق منجر میشه به خاطر تعدد که به طلاق منجر نمیشه که سر هزار مشکل دیگه است هزار مشکل دیگه است دو هزار مشکل دیگه است که طلاق به اصطلاح میشه روابط زن مرد پیچیده است و زن در هر حال اختیار داره این هم به شما بگم وقتی مرد زن دومی بگیره زن اول نخواد میتونه ازش بره این همون چیزی است که حضرت فاطمه در موقعیتی که بود انجام داد خوب توجه کنید که در اینجا نمیتونیم به حضرت فاطمه ایراد بگیریم چون داستانش که فرق داره چون میچسبونم به این من خواستم که این شوپر اینجا جواب بدم حضرت علی رضی الله عنه وقتی که پول نداشت فقیر بود حضرت او وقتی که حضرت ابوبکر دوست پیامبر بود من شک ندارم که اشاره پیامبر بود یعنی به نظر من دیگه 70 درصد 80 درصد رضایت خود پیامبر بود که ابوبکر آمد به علی گفت که برو از فاطمه خواستگاری کن گفت من چیزی ندارم گفت تو برو و بعد حضرت عثمان کمکش کرد یک آدم فقیری اومد پیش دختر یک امیری که پادشان بود پیغمبرم بود در این حالت این دختر بهش داد در این حالت این دختر بهش داشت در که فقیرم بود و این دختر با به خاطر استثنایی با این ساخت حالا همین مرد رو که کسی زن نمیداد وقتی که این داماد پیغمبر شد یک دفعه به یک موقعیت بالا رسید خانواده ابو جل که از صف اول جامعه رفته بودن عقب خواستن دیگه مردمی که در صف اول باشن دائما کوشش میکنن اونا بالاخره لیاقتای دارن رو به صف اول برسونن برای دیدن که یک راشمین است که خودشون رو همسط حضرت فاطمه کنن و علی گفتن و حضرت علی گفتن که بیا ما دختر به تو میدیم و حضرت علی قبول کرد جوان بود دیگه حضرت علی قبول کرد حضرت فاطمه قبول نکرد پدرش هم قبول نکرد ببین اینجا یک چیزی هست که از اینجا ما درس میگیریم ما اینجا بحث نمی کنیم. ما این درس میگیریم که زن اول حق داره که ببینه زن دوم مساوی باش نیست یا برای زن اول شوهر بهتر پیدا میشه قبول نکنه اینو ما بهش حق میدیم به بخ خاطر همین حدیث حضرت پیامبر زن دوم رو من نکرد گفت که من دوست ندارم که دخترم با این دختر در خونه جمع بشه حالا من زن دارم فردا بخوام یک زن مثال میگیرم که نسبش معلوم نباشه یا هر چیزی که از مساوی با خانم اول من نباشه خب خانم اول من حق داره ترس کنه که تو این میاری این کفو نیست با من این حیثیت من پایین میاره من در سطح بالاتری هستم خب اسلام به این اجازه داده یعنی زور نکرده بزن اول خب حضرت فاطمه اگه طلاق میگیره برای شوهر کم نبود و این حضرت علی بود که مجبور شد انتخاب خودش محدود کنه ببینید ظلم به زن نیست زن سبک سنگین میکنه چه کاری به نفش است به فایدهش است اون رو انجام میده ولیکن این نیست که قانون دوم رو من کرده باشه بعد از وفات حضرت فاطمه حضرت علی زن گرفت و بازم گرفت اگه زن نمیخواست میگه برو طلاق بگیر طلاق گفتم در چی هست در, در دین ما و ما داستانی داریم که, که, که اینجا با چون که ما مشکل یکی دوتا نداریم یک مشکل ما این است که میان به ما میگن که آقا شما حق طلاق بزن نمیدید این این نیست این حرف درست نیست ببینید در کتاب بخاری و مسلم در هر دو ما حدیثی داریم یه حدیث از بخاری برای شما نقل می من بالاخره ما دین ما رو از همین بعد از قرآن از سنت خود گرفتیم که همسر حضرت ثابت س... ابن قیس اومد به محضر رسول الله و گفت ای پیامبر خدا من در اخلاق و دین ثابت ابن قیس هیچ عیبی رو سراغ ندارم متنفرم و نمیخوام نمیتونم تحملش کنم من طلاق میخوام فرمود میری چی به تو داد گفت باغ حدیث بخاری است فرمود حاضری باغ رو برگردونی گفت بله فرمود که به ثابت گفت که باغ تو بگیر یک بار طلاقش بده ببینید این زن خود خوله کرده از خود طلاق خواسته بدون دلیل خواسته فقط به خاطر که شوهرش کوتاه بود اول دیده بودی قبول نمی‌کردی حالا قبول کردم حالا نمی‌خوام حالا اکراه دارم این دادگاه های ایران یاد بگیرن که زنار دو سال میدونن و بعضی از اهل سنت هم یاد بگیرن که اصلا طلاق ندارن تو بعضی از مناطق که زن حق داره خب در این صورت که شوهرش یک زنی رو گرفت تعامل نمیتونه بکنه یا فکر میکنه که وضع بهتری خدا برش میده میتونه مثل که حضرت فاطمه اگر طلاق میگرفت صف خواستگارا براش کم نبود لذا شوهرش دیگه باید اینجا ببینه دیگه سبو سنگین میکنه مرد میبینه که اینجا اگر فاطمه از دست دادم که خب من یک گوهر از دست دادم لذا صبر میکنه ما نگفتیم که این به اصطلاح زن اول باید با میل شوق قبول کنه ما این رو نگفتیم ما میگیم باید سبک سنگین کنه و وضعیت خودش رو ببینه مثل که هزار دلیل دیگه طلاق میگیرن اگر از این کار شوهرش ناراضی نبود از هزار دلیل که طلاق میگیرن دیگه مگه نمیگیرن اینم هزار یکمی باید این, این هم یک اینم یه قانون است ولی یک دلیل دیگه هم داشت که حضرت پیامبر که حضرت علی منع کرد برای اینکه جزء خانوادهش بود و حضرت علی مثل پسرش حساب میشد چون که در خانهش بزرگ شده بود هرچند که این بحث ما نیست به ما میگن که آقا شما اگر مرد دو زنه میشه باید زن هم دو, شو دو شوهره بشه اینا توجه ندارن که زن دو شوهره میشه هیچ امکان نداره مردی دو زنه بشه مگر که یک زنی هم دو شوهره بشه دیگه چرا که معمولا دختر که اینقدر زیاد نیست همین زنهای بیور مردم میگیرن امکان داره ولی خیلی کم زن که دو برابر سه برابر چهار برابر مردا نیست خب زن حالا اونا همزمان در صدر اسلام که ما می... اونجا شاهد میاریم همزمان اونها شوهر نداشتن اما میشد در یک سال دو شوهر یا سه شوهر میکرد یک زنی و زن هم دو شوهر سه شوهر میشه این قانون به نفع زنا به این است که زن بیوه باز نمیمونه شما تنها یکی از عذاب بزرگه من میگم که اگر مسلمان های صدر اسلام بیان امروز به ما میخندن. حضرت امراض در 86 سالگی زن گرفت اما خانمش هم نزدیک به 60 سال بود اونا به ما میگه شما مسلمان بودید از قانون اسلام درست استفاده نکردید که بس ده میلیون بیوه دارید و نمیدونم چند میلیون به اصطلاح مرد مجرد داریم که تو خونه جدا جدا نشستن این چه کاری است که زنت مرد یا شوهرت مرد چون که قانون اینجوری است که ما به تعدد یک فایده این است که تنها انسان نمیمونه به زمان نصف اسلام گرفتیم و نصف رو نگرفتیم به ما میگن آقا اصلا شما مرد زن زیاد نیست و شما دروغ میگید اگر که زن زیاده خب اگر نیست اصلا مشکلی نیست به ما میگن که شما مرد رو وسوسه میکنید با این قانون اما زنای اول میگن ما میگیم که به هر حال مرد وسوسه میشه که ما وسوسه شم نکنیم خب زنش عوض میکنه دیگه زن دیگه میگیره جالبه بدونید کسایی که به دلایل مختلف میگیره به دلایل مختلف میگیره شاه با یک خانم عروسی کرده بود که عاشقش بود با سریا مون تا زن حامله نمیشد همین شاه خدا هم بعضی وقتا بعضی رو خوب میزنه به چیز یک وزیری بود در یک کشوری که این کوشش میکرد که مردم خانم هم بود یعنی به اصطلاح تنظیم خانواده که از دو بچه زیاد نداشته باشن باز خدا به این خود این دو تا یک جا داده بود شاه ایران که مخالف با تعدد بود و خودش در داستاناش در اومده که ده ها زن معشوقه داشت در خاطرات علم نوشته اینو کجا خوندم اینو که میگه در فرانسه هم رفته بود با دختر رهبر حزب کمونیست فرانسه هم رو هم ریخته بود اون دختر کمی معصابش خراب بود و بعد همین علم بهش گفته بود اسدالله علم وزیر دربار که شانشا میخه اسلام رو میگه در سرزمین کمونیستان کوبیدی و بعد اون دختر جن... شلوخ کرده بود گفته بود این راضی کنین شاه گفته بود که این دیوانه حالا عبروی منه نبره چنین مردی باز تعدد ممنوع کرده بود تو ایران ممنوع کرده بود و باز خدا خداست دیگه همین سریا خانمش که خیلی دوستش هم داشت بچه دار نشد حالا این میخواد ولیت داشته باشه تو خاطراتش نوشته که به سریا پیشنهاد کردم که تو زن اول باش من یک زن دوم بگیرم یعنی من قانون خودش میخواد زیر پا بذاره برای اینکه من ولیت میخوام اون زن قبول نکرد خوب قبول نکرد اشتباه کرد البته چرا که باز دیگه نتونست مثل شاه پیدا کنه و رفت یه گوشه و تا آخر عمر در گمنامی مرد یعنی آقل ترین بود که قبول میکرد و ملکه باقی میموند و شاه زن دیگه میگرفت حالا نکرد اسلام مجبورش نکرده نه کسی مجبورش میکنه هرکس آزاده ولیکن این قانون این راه حل برش گذاشته بود ببینید فایده این قانون برای همون زن اول که حالا یک عیبی داره یا یک مشکلی داره مثل حضرت سوده که دوچار مشکل بود مریض بود و حضرت رسول گفت یا رسول الله من شب نمیخوام خب من طلاق نده منظور ببینید این قانون میتونه انسان مانور بده و زندگی زن خراب نشه و خلاف اون چیزی که شما تصور میکنید برای زن اول گاهی میتونه خیلی مفیدم باشه و خود نگه همین چون که حالا دعوا فقط سر زن اول گفتم زن دوم که راضیه مرد که راضی در در راضی است همون زن اول باید ببینه که زندگیش همیشه در یک نواخ نیست میتونه در قسمتی از زندگی مریض باشه میتونه در قسمت از زندگی بیوه بشه همین قانون به نفع او هم خواهد بود اگر نخواستن استفاده کنن خب نکنن همه حرف میگن که آقا این قانون مرد زن رو نصف مرد میکنه ما میگیم که نمیکنه یک مهندس اگه ده برابر یک کارگر حقوق میگیره دلیل بر این نیست که کارگر یک دهم ده مرده در ده چیز شعور انسانی با هم برابر هستن خب تقسیم وظایفه میگن که نه ما میگیم که اگر زن مرد حق داره دو زنه بشه زن باید همزمان دو شوهر بشه و اون که شما میگه قبول نیست که حالا یکی مرد دیگر بگیره ما میگیم که اینم حرف بدی نیست ما جلوی شما رو نگرفتیم در دنیا شما همه جور ازدواج آزاد کردید اینم ببینید که اگه میشه خوب بکنید که ما ببینیم که شدنی هست یا نیست شما که منتظر اجازه ما نشدید در هر کاری که کردید اگر واقعا این امکان داشت که یک مرد یک زن دو شوهر بشه هم زبان شما این کارو میکردید اما به این خاطر امکان نداره که اول از زن چون که بحث رو میکنم من دارم میگم زن حامله میشه و معلوم نیست از کیس میگن علم ژنتیک تعیین میکنه اولا که تعیین نمیکنه دوم به فرضی که تعیین کنه مگه این خانم حامله شب نباید عوض کنه بره پیش مرد زن دوم شوهر اول شوهر دوم شوهر سوم آیا اون تحمل میکنه خاص ب... میگه چطور زن تحمل میکنه ما میگیم که اینجا اینجا مسئله این است که شما باید توانایی مرد زن رو چشمتو نبندید داستانی از برای من به خاطر میگم مسئله رو ساده براتون مطرح میکنم داستان یک مردی است که دوست دختر زنش هم نبوده دوست دخترش بوده تو استرالیا که این با یک مرد این دوست دخترش به اصطلاح یک دفعه تلفن این مرده به صدا در میاد تو خونه خودشه تلفن مرد تلفن باز میکنه میبینه که نگو که اون تلفن از تخت افتاده و اون زن با یک مرد دیگه است حالا زن قانونیش هم نیست فقط دوست دخترشه با یک مرد دیگه و صدا پیش این رفته این دیگه اینقدر عصبانی شده تحمل نکرده و در, در کشور آزادی مثل استرالیا 15 کیلومتر راه رو با ماشین به سرعت اومده و وقتی که این زن در باز کرده به گرفته این قدی نزده و خوبه که نکشتش که این پیش قاضی رفته پیش قاضی رفته و قاضی به اصطلاح گفته نه تو حق نداشتی گفته اصلا من حال خودم رو نفهمیدم حالا فکر کنید منظور این است که قدرت بدنی مرد و بس چیزهای دیگر باید در نظر بگیریم با این وجود ما من نکردیم کسی رو اگر کسی میخواد زن دوم بشه ما جلوشو یا دو شوهر بشه ما جلوشو نگرفتیم میگن که آقا این باعث میشه که نمیدونم دعوا زیاد است و کینه زیاد میشه ازدواج دوم ما میگیم که این درسته در صورتی که قوانین اجرا نشه حتما همینطور میشه ما نمیتونیم وقتی یک راننده مست رانندگی میکنه یک راننده مست بگیم که آقا به تصادف میکنه بگیم که آقا کارخانه توییت های ژاپن مسئول این تصادفه بابا مستی اون مسئوله اون چون که مست بوده مسئوله معمولا مردمی که زن دوم گیرن زمانه ما خصوصا عدالت رو رعایت نمیکنن خیلی چیزای دیگر رعایت نمیکنن اونایی که ما دیدیم یک جا زندگی میکنه در که یک جا زندگی نیست با زندگی جدا باشه و خیلی چیزایی دیگه و تصادف میکنه مثل یک مرد مست و باز گناه رو میندازن به گردن ماشین که به اصطلاح درست نیست و میگن که آقا دیگه سوال دیگه ای که مطرح میکنم میگن آقا این در این دوره که ما نمیتونیم یک زن بگیریم چه جوری شما حرف دو زن میزنید ما نگفتیم که کسی بگیره خب توجه کنید ما داریم فقط از قانون دفاع میکنیم برای کسی که میتونه و ما نگفتیم که هر آدمی باید این کارو بکنه برای کسی که گفتیم میتونه میگن که پولدارا زیاد میگیرن اگر این قانون باشه و مرد جوانای مجرد بی میمونن در طول تاریخ چنین چیزی نشده و هیچ زن مجردی حاضر نشده زن مرد زنداری بشه اگر مجردی به سراغش بره اگر مجردی به سراغش بره فکر میکنم که کمتر زنی هست که قبول کنه که زن یک مرد زندار بشه این چیز در تاریخ اتفاق نیفتاده حالا آخر خبر آخر براتون انتخاب میکنم چون که ما حق داریم مقایسه کنیم حق داریم مقایسه کنیم در کشور ما همسایه عراق یک اتفاق خیلی خطرناک وحشتناک افتاد یعنی یک جنگ مستمر داخلی در زمان ما که بازم یکم وزمون خوبتره در زمان اونا که کشورشون یک چهارم ما هم جمعیت داره در زمان جنگ هی ساله که با ما زدن و مثل ما ضربه خوردن ز مردن باز با کویت حمله کرده و در اونجا هم تعداد زیادی از مرداشون مردن باز جنگ داخلی شده جنگ شیعه و سنی و جنگ دیگه شده خلاصه به گفته در یک کشور به این کوچیکی یکونین میلیون یکونین میلیون زن بیوه وجود داره که در دوچار فقر شدیدم شدن یعنی که هایی که در کشور عراق هست خیلی, خیلی زیادتر از مصیبت است که در کشور ماست بگه که ده از این زن ها چون که در شمال عراق کردستان یک دولت مستقل شده چون که اعلان استقلال نکرده ولی یک دولت مستقل پارلمان داره مرز داره و یه ایده این زنا رفتن در اونجا و به تنفروشی مشغول شدن به طوری که به گفته همون رئیس آقای سلشکر حسن نوری مدیر اداره اطلاعات استان سلیمانیه ی همین کردستان 400 مرکز تنفروشی در این شهر است سلیمانی من نمیدونم شهر چقدریه ولی بالاخره این گفته اونه آقای حسن نوری مدیر اداره یا چیز میگه چون که قانون به ما اجازه نمیده قانون این کار ممنوع نکرده یعنی قانون پارلمان ما ما نمیدونیم با اینا چه جوری برخورد کنیم چیزی نمیتونیم بهشون بگیم و گفته که این مراکز رو زنان عرب تعدادی نیست به وسیله چینیایی داره میشه یعنی ها هم دیگه در هر کار داخل شدن در این صنعت هم داخل شدن و به گفته این مقام کرد پارلمان منطقه کردستان عراق تاکنون هیچ قانونی رو در رابطه با من فروشی وضع نکرده به همین دلیل هیچ نهادی حق دستگیری اونها رو نداره این شده پاتوق زنان طرف فروش همین شهر ما بگو گفته همین آقای سلشکر حالا شما فکر کنید که این تن ها که بالاخره براشون دیگه مردم ها میاین دیگه چند نفر این به توسط این زنهای ای تنفروش تن متعدد تعدد رو به اصطلاح تجربه میکنن چند درصد به نظر شما هر کسی که فاسده دیگه تعدد تجربه میکنه مگر کسی که همون اسلام منش میکنه من که میگم بالاترین مانع برای تعدد خود اسلامه از من قبول کنید همونی که از همه بدنام تره پیش بعضی مردم همون بالاترین مانع تعدده چرا که دین آدم من میکنه من در سفر هستم دین من 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 میکنه از تعدد بالاخره اونم یه جور تعدد دیگه که شما بالاخره این 400 مرکز تو یک شهر به این کوچیکی خب حتما مشتری داره بدونه با, با همه اعترام به همه برادران کرد ما بالاخره یه ایده مشتری اینا هستند اعتراف خود رئیس اداره اطلاعات و امنیت حالا من این خبر خوندم باور میکنید فورا رفتم گفتم ببینم یقین دارم که در اینجا باید تعدد ممنوع باشه که در مورد تنفروشی قانون وضع نشده باشه در مورد تعدد حتما قانون وضع شده با،, با, کمال حیرت دیدم که در همین پارلمان یکی از کارهایی که کرده این پارلمان ایران یکی از کارهایی که کرده همین, همین بودی که تعدد رو ممنوع کرده ببینید خبر بعدیش پارلمان کردستان ایران در تاریخ 27 ده 2008 یعنی چهار سال پیش قانون مد تعد تعدد زوجات را در سراسر اقلیم کردستان تصویب کرد این قانون 39 رای موافق آورد و 35 رای مخالف آورد برای بر این, اساس این قانون هر مردی که ازدواج دوم کنه حداقل به سه سال زندان حد اکثرش خدا میدونه و باید که ده میلیون دینار عراقی که نمیدونم چقدر پول میشه قرامت بپردازه و حتی زنی که زن دوم میشه زنی که زن دوم میشه هم باید منتظر مجازات باشه وکیل و عاقد مجازات میشن خلاصه یه جوری محکم کرده که کسی جرئت نکنه زن دوم بشه خب در همون حال چهارصد خانه برای تنفروشی هست که برای یک ساعت یا دو ساعت برای یک روز زن دوم میشن ازش نمیپرسن که آقا تو زن داری در این خانه اومدی نمیپرسن خب شما این رو چه جوری توجیه میکنید که این آزار این, من... این فقط اونجا نیستا ما نمیخوام میگم این دولت کوچیک رو متهم کنیم در تمام دنیا همین قانون هست که به اصطلاح سگ و آزاد گذاشتن سنگ و بستن قانونمند رو بستن به طور کلی عاقد رم میزنه زن دوم هم میزنه مردم زندانی میکنه ولی در این مورد سلشکر فلان میگه که ما اصلا قانون نداریم همه جای دنیا قانون نداره و اگه شما بری حالا اینو من کنی مجازات میشی خب پس در این جایی که در تمام دنیا حالا این فقط اونجا نیست در همه کشور ها هست هم کشور ایران که خودش اسلامی گه قانون ممنوعه پس اینجا یک چیزی هست که شیطان میدونه که چقدر که فساد زیاد بشه خانه ها از هم بپاشه و در خبر ها اومده بود که یک پنجم مردم آلمان تنها زندگی میکنه از این عذاب بالاتر هست تنهایی من فکر می کنم از این عذاب بالاتر نباشه که انسان تو خونه بره و کسی منتظرش نباشه یا او خودش منتظر کسی نباشه پس اسلامی ها رو گذاشته به خاطر مثل بیمارستان برای نیازهای جامعه که اینجور فساد باز پیدا نشه و هدف این نبودی که به زن اول ظلم کنه چون که زن دوم هم بنده خداست دیگه زن دوم هم بنده خداست زن اول هم که اگه بیوه شد بنده خداست پس قانون ها فراتر از این است که شما فکر می و برای فایده مرد نیومده و جالب این هم بدونید که مرد که دو زن گرفت ده بازم یک زن است چرا که نمیتونه که در یک شب پیش هر دو همسر خود بره بلکه چه بسا که یکی رو که دوست نداره هم مجبور است باش ادالت کنه دیگه اگر قرار, اگر قرار باشه قانون اسلام باشه پس میبینید که و در زمین مجبور است که خرج همشون هم بده و باید, جون بکنه کار کنه لذا تصور نکنید که اسلام به نفع مرد اومده یا به نفع زن اومده اگر به نفع مرد زن مرد می اومد دیگه چرا نفقه رو بر مرد واجب کرده اگر به نفع مرد می اومد چرا جهاد رو که اینقدر سخت کارهاست رو بر مرد فرض کرده اگر به نفع مرد می اومد چرا فقط نماز رفتن رو برای مرد در مسجد 5 دفعه در روز شما نماز برو چرا سخته بر مرد فرض کرده زن رو معاف کرده پس بر اساس تقسیم وظایف شده و به اصطلاح چی نشده من البته می‌خواستم در مورد فواید این کارم بگم چون فوایدی هم داره برای کسایی که تجربه دارن میدونن که فواید بیشماری داره یعنی اگه یک چیزی از زن اول گرفته ده ها فایده بهش داده ولی اون حالا من اگه بگم هم برای منکرین فایده ای نداره بس از اون بهتر ازش میگذره فقط یک نکته رو بگم در مورد قرآنی ها و بعد برادران میان برنامه رو بذارن یا اتاق فرمان لطف کنید یه میان برنامه رو بزارید بعد از میان برنامه من یک نکته کوتاه